پریپیات، اوکراین، نیروگاه اتمی چرنوبیل، رآکتور متروک شماره 3. دارن میان. آماده باشی. از دیدنت خوشحالم جی جی. منم همینطور جنرال. به روسیه خوش اومدی. باشه، بریم سر اصل مطلب. هسته یه پلوتونیوم. تهی شده 9.7 کیلوگرم، تقویت شده با تریتیوم 800 هزار تن میتونه بازدهی داشته باشه. به دقت بررسیش کنین آقایون. میخوایم آخر کار همه راضی باشن. خب، بالاخره برای سلاحت سازنده پیدا کردی؟ چی؟ سازنده برای سلاح؟ به تو چه ربطی داره؟ قدم اول به دست آوردن پلوتونیومه، ولی ساخت مهمتر از همه چیزه. خواستم بگم چند نفره میشناسم، فقط همین یه سوال ساده. خیلی هم ساده نبود. ازم پرسیدی سازندم باشه. مشکلی پیش اومده؟ آره، اینجا یه مشکلی هست. فکر کنم یه روی مأمور دولتیه. تو کی هستی؟ از اینترپولی؟ MI6 CIA؟ دیوونه بازی در نیار. من فقط یه یارویم که جلوی یه یاروی دیگه وایساده و ازش میخواد که به شلیک نکنه. اتاق عملیات CIA کارش ساخته است. نه از پسش برمیاد. چه کار باید بکنی؟ هیچی، خیلی دوره، کاری از همون بر نمیاد. فکر کردی؟ از چی خبر داری که تفنگتو گرفتی سمت دوست من؟ داستانش مافیای روسی، مثلا تاجر اسلحه بین المللیه، ولی من از هر کی پرسیدم نمیشناخته. نشون میده چقدر اطلاعاتت کمه. این لحن مصنوعی الان قراره این روسی باشه؟ خاطر خود یک کلاس بازیگری برو، شبیه میکیراک تو فیلم آیرون من 2 شدی. فقط داره حدس میزنه، میخواد امتحانش کنه. اوضاع خوبه، جای نگرانی نیست. خیلی خوب، دستم رو خوندی. لعنتی، حوصله این کارا رو ندارم. این ماجرای جاسوس و اینا برام جدیده. میدونی کلن عجیبه. سرباز بودن برام طبیعی بود، ولی این کار میدونی زیاد راحت نیست. ولی یه کاری هست که خیلی خوب بلدم. چه کاری؟ حساب عوضی ها رو رسیدن. خدای بزرگ، گفتم که این چیه؟ بی خیال بابا، گرفتی ما رو. یه بار دیگه منو بگیر عزیزم.
جاسوس من. دفتر مرکزی سرویس جاسوسی لانگلی، ویرجینیا. کارت خیلی خوب بود. ممنونم. مرد معروف و اسطوره‌ای پسر بابی اولف هستم. از پشتیبانی تکنولوژی اجازه میخوام بگم دیدن شما باعث افتخار منه. من تک تک صفحه‌های پرونده‌تون رو خوندم، فوق‌العاده است. مثل کتاب 50 طیف شگفت‌انگیز میمونه. کی میخواد در مورد اطلاعات باد حرف بزنه؟ میرم پیشش. فوق‌العاده بود. روز خوبی داشته باشین. عجب. خیلی خوب. حساب چند نفر رو رسیدی ها؟ درسته اینه کابویا عمل کردی؟ آره. خیلی قهرمانانه. ممنون رئیس. نه دستت انداختم. ماموریت فقط متوقف کردن فروش نبود جی جی. هدف این بود که بفهمیم چیا میدونن تا بتونیم بقیه شبکه رو نابود کنیم. ولی الان با توجه به گندی که زدی یکم سخته. تو همه رو کشتی. گراگوویچ، رئیس امور مالی حسن، خود حسن، به خاطر این کار تو ما دیگه هیچی دستمون نیست. هسته پلوتونیومو که داریم. ظاهراً دوتا هسته وجود داره. این مرد که اسمش هزاره باهاش فرار کرد. تنها کسی که تو نکشتی حالا نصف چیزی که برای منفجر کردن یه شهر بزرگ لازمه رو داره. ببین، وقتی عضو نیروهای ویژه بودی کارت عالی بوده، ولی سازمان اطلاعات کلن یه ماجرای دیگه است. میدونی هنر جاسوسی ظرافت لازم داره، دقت، درک و کنترل احساسات. خب من همه اینا رو دارم، کلی درک و کنترل احساس تو هست. پس داری میگی که میتونی به راحتی جزئی‌ترین و ظریف‌ترین نشونه های چهره رو بخونی و حالت هدف رو بررسی کنی؟ آره کاملا. خب صورت من چی میگه؟ خب از همین الان باز شروع کنم. خدای من. ببین جی جی، من بهت احترام میذارم باشه، برامون پیروزی های بزرگی به دست آوردی، ولی با نهایت احترام من فکر نمی کنم به درد این کار بخوری. بقیه روز استراحت کن، برو خونه و استراحت کن باشه. ممنون جیمی. شب بخیر بلوبری. الکسا یا آهنگ آرامش بخش پخش کن. این بلوز مورد علاقمه. اینا هم یه گروه موسیقی خفن فرانسوی هستن که ازشون خوشم میاد. اون موقع که فرانسه زندگی میکردم رفتم کنسرتشون. خب زندگی تو فرانسه خیلی لذت بخش بود. شنبه باید بیام اسکیت رو یخ؟ خب بذار از مامانم بپرسم. خیلی خوب، چطور بود؟ همین که گفتم از موزیک فرانسوی خوشم میاد فراریشون دادم. ولی مرز باریکی بین صمیمی بودن با محتاج شدن است. ویکر پارک، شیکاگو، ایلینو. چه بلوز خوشگلی از اتاق من برداشتی؟ مدرسه در چاله. عالی. بچه های مدرسه واقعا با بچه های جدید خوب رفتار میکنن. اول از همه ما رو به مهمونیاشون دعوت میکنن. میدونی نظرم چیه؟ برای درس دادن تو خونه بهم دیر نشده؟ نه. به نظرم اگه خودت باشی دوستای خیلی خوبی پیدا میکنی. اونا میفهمن چه دختر فوق‌العاده‌ای هستی، همونطور که من فهمیدم. میدونی که اینجوری حرف میزنن؟ کیا؟ مامان باباهای بچه‌هایی که دعوت نمیشن به مهمونی. دیگه نمیخوری؟ نه ممنون.
به پا کنار. شیکاگو برنده شد. راست میگی. چه خبر بچه؟ خوبی؟ از رو صندلی بلند شو. با کنار. اون چیه؟ این مال یه گروه فرانسویه. آخده من ژله‌ست، همه جای صورتش ژله‌ایه. الان پستش میکنم اینستاگرام. راستش من اجازه ندارم تو اینترنت از خودم عکس بذارم، مامانم گفته از باجیره اینترنتی میترسی. کی به تو کار داره؟ بچه ها بشینی سر جاتون. ما اینجا رو ببین، شنیدم یه مهمونی اسکیت روی یخ قراره باشی. خدای من هنوز دستاشته چند تا لایک خورد. با وجود شکستمون تو روسیه، سازمان امنیت ملی یه سر نخ به دست آورده. فکر میکنن که حسن با این مرد کار میکرده. ویکتور مارکز، عضو سابق نیروی ویژه فرانسه، یه تبعه فرانسویه که طی 2 دهه اخیر تجارت غیرقانونی اسلحه میکرده. همین اواخر ویکتور وارد عرصه تسلیحات هسته‌ای شده و یه چیز واقعا خطرناک رو به دست آورده. طرحهای شوروی برای یه بمب هسته‌ای مینیاتوری. تا سالهای گذشته با برادرش دیوید همکاری نزدیکی داشته، ولی گزارشی از تنش شدید بینشون به دستمون رسیده که دیوید نمیخواسته برادرش نقشه‌های بمب هسته‌ای رو داشته باشه. برای همین مخفیشون کرده بوده. ویکتورم از روی عصبانیت کشتش و بعد پلیس تقریبا دستگیرش کرده بوده که متاسفانه فرار کرده و هنوزم در حال فراره. وای زن بیچاره، کسی میدونه حالش خوبه یا نه؟ خوبه اون. اگه مارکز اون طرح رو پیدا کنه و بازار بفروشه؟ بوم. مأموریتمون چیه؟ قبل از اینکه مارکز بتونه جای طرح رو پیدا کنه بگیریمش. در مورد جاش اطلاعی دارین؟ امنیت ملی فکر میکنه داره میره برلین تا آزار رو ببینه. عالیه، من عاشق برلینم. کریستینا، این پرونده با توئه. از MI6 هم بهمون اطلاعاتی رسیده. پیام‌های رمزگشایی شده نشون میده که مارکز با وکیلش در پاریس تماس داشته. یاروی آشغال بین‌المللی به اسم کوله. پاریس هم جای باحالیه. کریستینا، اینم با توئه. خیلی خوبه. جی جی. بله قربان. تو با بابی تو تیم نظارتی. ببخشی؟ باورم نمیشی. زن برادر مرده اون برگشته اینجا. چون معلوم نیست چقدر درگیر ماجرا باشه، تا زمان گرفتن مارکز بهتره که مواظبش باشیم. این آخرین فرصتته. شیکاگو، ایلینو. خب فکر کنم همین. این فوق‌العاده است. بالاخره منم اومدم تو میدون، اونم با تو. تو اولی ماموریتم جونه. لالگی ملتو کردن که ماموریت نی. در ضمن من و تو هم وجود نداره. خیلی خوب بفرمایید، اگر این ماموریت نیست پس چیه؟ نقشه جایگزین. آره، برای یه ماموریت بالقوه خطرناک و مهم. بهش دست نزن. شرمنده بلوبری. بابا به خونه خوش اومدم. اک، این کجا پاریس کجا؟ اوه، تخت مال منه. آره، مال خودت. من رو مبل میخوابم، روش خون ریخته. نه این خون نیست، شاید سوسی چیزیه. حالم به هم خورد. توضیحات ماموریت اومد. حالا دیگه وقت نمایشه. خیلی خوب، کیت ویل زن دیوید مارکس مرحوم، اصالتش مال شیکاگوه. 3 ماه پیش با دخترش از پاریس برگشته. خانواده نزدیکی نداره، تو شبکه‌های اجتماعی هم نیست، تو بیمارستان کانتی پرستار اورژانس. کارش یه پوششه؟ نمیدونم. خیلی خب، با این دخترش صوفیه، 9 ساله، تازه تو مدرسه آکتری رفته کلاس 4. مطمئنم از پسش برمیام. بریم کارو شروع کنیم.
خیلی خب، باز سریع کارمون انجام بدیم. پیشت؟ فوق‌العاده است. همیشه با خود تشویق میاری؟ آره. کردیش تو انبار؟ یکم نامردی نیست؟ من آپارتمانو میگردم. دوربینا رو آماده کن. خیلی خوب، دوربینا آمادن جی جی، همشون هم تصویر دارن. دریافت شد. منم چم و جور میکنم بیام. آه، اون برگشت. فکر کن کیف پولمو جا گذاشتم که صورت حسابو آوردن. نمیدونم. انگار دارم آلزایمر میگیرم. الان میرم برش میدارم و تا پنج دقیقه دیگه اونجا. یه جایی که کیف پول نیست. تو که میدونی رانندگی من چطوره. میبینمت، خدافظ. ساکت باش. خیلی خوب، همه جا رو داره میریزه به هم. اون داره میاد تو راه رو. اوه، اون الان تو اتاقه. اوه، جد بزرگوار. حالا باید چیکار کنم؟ رفت تو آشپزخونه. با شمارش من بیا بیرون. 5 4 حالا از سر جلوی بیا. از سر جلو. همونجا ورسا. برو 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 برو. آه چه مهربون. برو دیگه. دارم دیوونه میشم. خدا، نمیتونم اینو تحمل کنم. میدونم این همه تنش و انتظار و هیجان غافلگیرت کرده. ممکنه آدم خیلی زود به آدرنالین معتاد بشه. نه، حوصله سر رفتنو میگه. آره میفهمم. این کار لایه‌های زیادی داره، نه؟ هی فقط میخوام بگم واقعا از این که قرار ازت چیز یاد بگیرم هیجان زدم. من قرار نیست چیزی بهت یاد بدم. نمیدونم، ولی رابطه‌مون بیشتر به استاد شاگردی میخوره. ما هیچ رابطه‌ای با هم نداریم فعلا، ولی داریم به سمت یه چیزای پیش میریم. من که میتونم حسش کنم. تو تجربه های هیجان انگیز تو برام تعریف میکنی، منم بهت یاد میدم که یه بهش دست نزن. باشه، ولی اون بی نظیر بود. منظورم دقیقا همین بود. باید بهم یاد بدی چجوری همچین کاری بکنم. به خاطر نداشتن مهارت‌های حرکتی این کار غیر ممکنه. تکنولوژی با توه. بزن با ما. آره خب، شاید منم شدم بزن بهادر و همه رو شگفت زده کردم. بله. تو هیچ وقت لازم نیست منو نجات بدی. کمک چی؟ میتونم کمکت کنم. اصلا بی خیال، چند تا چیز کوچیک نشونم بده که چیزی نمیشه. بگی که اومد. آخ. هی، در ببند. ممنون. من این قیافه رو میشناسم. کدوم قیافه؟ قیافه علانه یه خبر ناامید کننده بهت میدم. نه، این قیافه امشب باید اسپاگتی بخوریم. یا نه، یا اینکه شبیه قیافه فردا نمیتونیم بریم اسکیت روی یخه. کدومشه؟ راست بگو مامان. تو بیمارستان یه شیفت کاری اضافی بهم دادن، متاسفم. همه دارن میرن. میدونم ولی چاره ای ندارم. ببین چطوره، وقتی اومدم خونه با همدیگه یه فیلم ببینیم. باش موافقه یا نه؟ حتما. گردش کردن با مامانم خیلی باحالتر از دوست پیدا کردن. از اینجا متنفرم. آره منم همینطور. آو پس فقط به خاطر اینکه یک کم باهاتون مهربون بودیم فکر کردی حالا هم مثل فرشته ها حاضریم براتون چوب جادو تکون بدیم و ستاره و پولک بریزیم و دخترتو ببریم اسکیت رو یخ؟ وای خدای من، متاسفم، منظورم این نبود. داشتم باهات شوخی میکردم دختر. البته که میریم اسکیت رو یخ، شوخیت گرفته. منو تا تو کلاس اسکیت با هم آشنا شدیم، مگه نتی؟ اون یعنی آره. به هر حال خوشحال میشیم که همراه سوف بریم اسکیت، ولی فردا کلی کار ریخته سرم و تا آدم توی خونه کار میکنه. اون یه تراپیسته. تراپیست؟
جوری که مردم سفره دلشون رو براش باز میکنن فوق‌العاده است. اگه هر وقت کسی رو لازم داشتی که در مورد زندگی یا کار باهاش حرف بزنی یا اینکه چه رنگ موی رو انتخاب کنی میتونی روش حساب کنی. اوه، این رنگ نیست، موی طبیعی خودمه. انتخاب نکردنم خودش یه انتخابه، ولی 100% میتونیم مراقب دخترت باشیم. نگران نباش، حواسمون به همه چی هست مگه نتی؟ اینم منظورش آرس. باشه. نهار تو یخچاله، به خاطر امروز متاسفم، بعد از کار میبینمت مامان. به مشکل خوردی؟ سگ دوربینمونو پیدا کردش. آها، اصلا خبر خوبی نیست. خیلی خوب، اون که نمیدونه داره به چی نگاه میکنه، نمیفهمه دوربینه. بله، اگرم بدونه نمیتونه ردیابیش کنه. این بی سیمو رمزگذاری کردن. نمیتونه، مگه داره یه کاری میکنه. دوربین بی سیم مینیاتوری. آره، ترشیه جوجه با کلمه بروکلی که دوست داری، ولی تو اهل بستنی. سلام کارلوس. تازه اونم بدون وانیل، ساده. سلام. این 20-25 بقیهش هم مال خودت؟ 20 چیزایی که دیشب خریده بودیم و چک کنیم. مدرسه خوب بود؟ نه بابا. چی یاد گرفتی؟ هیچی. چی داری میکشی؟ هیچی بابا، رفع کتیه. آره مامان، تو چطوری؟ وای، حقیقتش امروز خیلی استرس داشتم. این تصادف زنجیره‌ای با کلی تلفات و چند تا قطع عضو و نمیدونی، همه جا پر از خون بود. واقعا تصادف واقعا شده. واقعا نمیتونستم تعامل کنم، خیلی بد بود. نه، فقط میخوام یه کاری کنم حرف بزنی. هنوزم به خاطر برنامه اسکیت روی یخ از دستم عصبانی. چقدر سخته، مادر خیلی داره تلاش میکنه اون بچه لوس هم هی اذیتش میکنه. فکر نکنم اون بچه لوس باشه. تو چطوری اومدی تو؟ هیچی نگو، اون دوربین دستش ممکنه پخش زنده داشته باشه. شما مامور CIA هستی؟ نه. چرا فکر میکنی ما مامور CIA؟ شما ها مواظبین که ببینین عمون برمیگرده یا نه. اون قراره برگرده. نه، از مادرم متنفره. یه بار کریسمس دعواشون شد، مامانم هم توی یه رستوران خیلی با کلاسی کل لیوانو ریخ روش. آخ، من اگه جات بودم بهش دست نمیزدم. مامانت از این کار خوشش نمیاد. خاطره موقعیت خیلی حساس باز شده خانم کوچولو. حالا چرا قبل اینکه خودتو توی دردسر بزرگ بندازی اون موبایلو نمیدی به من؟ نه که نمیدم. اگه یه بچه 9 ساله پوششتون رو لو بده تو دردسر نمیافتین. بچه‌ای که داره تمام این ماجرا رو توی آیکلاد ثبت میکنه و با یه کلیک میفرستتون رو هوا. میتونه این کارو بکنه؟ آره، اونقدرام کار سختی نیست. ببین دختر کوچولو، ما دوست توییم، واسه کمک اومدیم، واسه محافظت از تو و مامانت اومدیم. پس چرا اینقدر مخفی کاری میکنی و تو آپارتمانمون دوربین گذاشتی؟ خیلی خوب، میشه بریم اون اتاق؟ خواهش میکنم. جلوتر نیا. خیلی خوب، لو رفتیم، حالا باید جمع و جور کنیم بزنیم به چاک. به هیچ وجه، کی این بفهمه یه دختر 9 ساله مچمون رو گرفته از کار بیکاری؟ چاره دیگه نداریم، بگوشیمش. یه کاری کنیم تصادف به نظر بیاد. آره، شاید از پلا بیفته. چی؟ هنوزم داره ضبط میشه؟ این خیلی بد بیان شد، داشتم شوخی میکردم. یه شوخی بود، من اینا خندیدم. بذار یه چیزی بگم، یا به مادرم نشونش میدم یا وارد معامله میشی. های لعنتی، این کار است. چه جور معامله ای؟ صرفا جهت اطلاعات، فقط یه بار این کار میکنیم، هیچ وقت دیگه هم تکرار نمیشه. ظرف 40 دقیقه از اینجا میزنیم بیرون. افتاد؟ آره فهمیدم. چی براتون میارم؟
سایز 4 لطفا. شما چی آقا؟ من کفش اسکیت لازم ندارم. یعنی نمیخوای اسکیت کنی؟ گفتم میارم اسکیت، نگفتم اسکیت میکنم که. یعنی منو تنها میفرستی برم اسکیت؟ بی خیال، شماها یه شعاری ندارین که میگه کسی رو تنها نفرستیم بره؟ آره، ولی تو سرباز نیستی. صبر کن ببینم، نکنه بلد نیستی. 30 دقیقه وقت داری بعدش میریم. وقتی به اونجا نگاه میکنی چی میبینی؟ 90 تا غیر نظامی، امنیت کم، فضای آروم بدون پشتیبانی. آدمای خندونی که دارن خوش میگذرونن. بعضی وقتا امتحان کن. 29 دقیقه. چی؟ نکنه میترسی؟ سایز 15 بدی. منتظر چی هستی؟ همه میتونم اسکیت کنم. باشه باشه فهمیدم. اوخ کمرم. حالت چطوره؟ من خوبم. اوخ حرکت قشنگی بود. خفشین با. خیلی خوب، من میرم به چند تا از دوستام سلام کنم. سردت شده؟ چرا داری میلرزی؟ نه مطمئنی بد جور میلرزی. خب اگرم بلرزم به خاطر عصبانیته. تو فکر اینم که دستم بهتون برسه چی کار آخ؟ سلام بچه. هی تو اینجا چی کار میکنی؟ من زیاد میام اینجا، شاید بتونی با هم اسکیت کنی. آخه ما برنامه خودمونه داریم. هی بچه ها میخواییم کنگم بابا بازی کنیم. بچه ها بریم بازی. تا بعدن. وای 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 خدا رو شکر. وای وای اوه عجب سرتقی. میشه جونش زود بشین، زایش کردیم. نترس لعنتی، از اینجا برو بیرون. به هیچ وجه گردن کلفتی اینجا نمیپذیرم. ولی اونا شروع کردن. به هر حال بیرون. ای عجب احمقی هستی، باورم نمیشه کاری کردی که بندازنمون بیرون. ارزششو داشت. خب اونجا چه اتفاقی واسه افتاد؟ برای خودت چه اتفاقی افتاد؟ فکر کنم یه چیزی رو شکستم تو اعماق وجودم. بستنی حالتو جا میاره؟ به من که کمک میکنه. نه بستنی تو معامله نبود. نکنه میخوای با مامانم راجع به این حرف بزنم؟ خب یکم بهتر شو. منم خب الان حل دیگه. منظورت چی؟ منظورم اینه که نمیتونی به کسی بگی من کیم یا چی کارم. باز برگردی سر زندگی تو، ما رو به حال خودمون بذاری. راحت باش، حله. این چیه؟ قله انگوش کوچیکه. جدی میگی؟ ده زود باش. مگه قرار نبود مواظبش باشی؟ تو من نمیفهمم. تو دیگه کی هستی که انگوششو گرفتی؟ مامان برداشت نمون. دخترشو بدری میکنی؟ تلفنمو بده. الان بهت نشون میدم. زنگ میزنم پلیس. مامان نادیده گرفتم و رفتم پارک. دو تا از عوضیا منو هول دادن و این آقا از من مواظبت کرد. خونش طبقه بالاست. همسایه‌م مونه. مامان باور کن. اون آدم خوبیه جی جی. و بعد برام بستنی خرید. من خیلی محبت کرد. منو آورد اینجا. اوه خدای من، چطوری این کارو کردی؟ عضلاش اندازه رون پای تاله. میدونم تا آدم باورش نمیشه. آه من متاسفم. این دخترم. میشه کمکتون کنم؟ نه چیزی نیست، خوبم. میرم خونه و فکرامو جمع و جور میکنم. واقعا چیزی نیست، معذرت میخوام. فکرم کاری کردی یکم خودشو خیز کنه. چه بلایی سرت اومدی؟ تا نمیتونم در موردش حرف بزنم. بذار فقط بگیم ترتیب موقعیت داده شد. آخ خدای من، تو اونو کشتی. سلام رفیق گندبک، حالت چطوره ها؟ بهترم. واقعا؟ ممنون. آخه دیروز انگار خیلی درد داشتی، لنگ میزدی. نه الان خوبم. تا گفت که دیده انگار داشتی گریه میکردی. چی؟
گریه نمی کردم. تا تو این فکر بوده که تو چی کاری؟ آخه اون خیلی فضوله، همیشه از همسایه‌های جدیدمون بیپرسه که چی کاره. الان بیکارم، دارم سعی میکنم بفهمم چی کار باز بکنم. به ساختمون خوش اومدی جی جی، بعدم میبینمت. باشه ممنون. صوفی بیا کمک، همین الان باید بیای. جی جی داشتم همین الان میمادم پیشت، بیا کاری دارم. صوفی چند تا حوله بیار، زود باش. مامان جی جی اومدی. چی؟ چرا؟ بزنی کمکتون کنم. آه نه، خودم داشتم درستش میکردم، ممنونم. همش به خاطر لوله کشی این ساختمونای قدیمیه، فقط باس این لوله رو صفر کنم. برای لوله کشی نیست، چون استاندارد. نه الان شدم. آی لاناتی از این کار رو نکن، چقدر عجیبه. معمولا از غریبه ها بعدش میاد، ولی انگار تو خیلی آره، خیلی عجیبه. بیا اینجا ببینم ات. فکر کنم در مورد اندازه لوله درست میگفتی. آره فقط نمیدونم چرا اینطوری شد. شاید جی جی شما با ما بخوره. چی؟ نه راستش نمیتونم بمونم. فکر کنم بتونی. خدای من، روغن زیتونمون تموم شده. یه بطری دیگه پشت بطری خردل است. حدس میزنم. ممنون. خیلی سایی. خب ببخشید من باز جواب اینو بدم. حتما. چیه؟ خوشحالم که موشتو گرفتم، فقط زنیزم بپرسم چرا داری تو مسترهای خونه دشمن نوشیدنی میکاری؟ صبر کن بیرم، تو توی دستشویم دوربین گذاشتی؟ چه آدم منحرفی تو دستشوی دوربین میذارن؟ مردم هر وقت میخوان کسی صداشون رو نشنوه میرن تو دستشویی. ظاهرن که اینطوره. ببین بحث رو عوض نکن، اونجا داری چه غلطی میکنی؟ خودشون واسه شام دعوتم کردن. تو هم قبول کردی؟ چاره ای نداشتم بچه بهم شبیخون زد. خیلی خوب باشه، از پسش بر میام. به نظرم باید این کارو بکنیم. تو میری شام میخوری و مؤدب و بی آزار رفتار میکنی، بعدش هم از اونجا میزنی به چنگ محبت. چکی نظر دینه؟ تو فکر بهتری داری؟ آره سودیوم پنتاتول بخوردشو میدم و مسمومشو میکنم، تو هم کلاد دختره رو هک میکنی، بعد کاری میکنیم تو شبیه نشه گاز به نظر بیاد و بعدش بوم، هیچ مدرکی هم به جان نمیمونه. خیلی خب باشه، با فکر تو میریم جلو. ببخشید یکم خشک شده. آره واقعا بیش از حد پخته شده. خب اگه فکر کردیم بده بهتون میگم که یه بار تو افغانستان یه ماه یه جا گیر افتاده بودیم و فقط میتونستیم مارمولک بخوریم، نمیتونستیم بهشون شلیک کنیم چون دشمن جامونو میفهمی، پس باز با سنگ میزدیم تو اون کلای کوچولوشون، واقعا حال بمزن بود. بعد باز با حرارت مواد منفجره میپختیمشون، یکم مزه وحشتناک شیمیایی میداد، ولی در اون شرایط جهنمی دیگه داشتیم ادرار خودمونم میخوردیم. پس چی داری میگی؟ من واقعا متاسفم، خیلی وقت با غیر نظامی شام نخورده بودم. راستی مامان، از اونجایی که فردا نمیتونی منو برای روز والدین و دوستان خاص ببری مدرسه، شاید جی جی بتونه این کارو بکنه. فکر نمی کنم ایده خوبی باشه. نه فکر خوبی نیست. چرا نه؟ چون مطمئنم ایشون سر شلوغه. آره همینطوره. نه نیست، آخه اون بیکاره، همه یه روز میشنه و تلویزیون میبینه. صوفی لطفاً مؤدب باش. نه مؤدبانه نیست. آخه همه یکیو دارن که بیارن و تو هم گفتی که نمیتونی مرخصی بگیری، پس من باید تنها برم اونجا؟ من کسیو ندارم، خواهش میکنم. باشه. واقعا این کاری میکنی؟ روز دوستان خاص؟ اون بچه باید جور حق بازه، دلم واره سر کله زدم با تروریستا تنگ شده. شب بخیر جی جی. وای چیش سفید. شب اون همکار فال چلتم بخیر. چه زبونم میلیزه. خب الان داریم میریم که اونجا چیکار کنیم؟ نمیدونم، این اولین روز دوستان خاص. اطلاعات ضعیف هیچ وقت شروع خوبی نیست. مفهوم شد. یادت باشه من نواس جلب توجه کنم، پس هیچ حرفی از این که من کیم یا چی کارم نمیزنیم. اینم بار آخره، یه روز دوستای خاص و اسکیت و اینا تموم شد. باز به وظیفه‌ام برسم.
این فیلم نیست که من و تو تهش بشینیم رو دوتا صندلی کوچیک و با عروسکات مهمونی چای بگیریم. هی و صرفا جهت اطلاع، حواسم بهت هست، میدونم اون لوله ظرفشویی رو تو خراب کردی. نمیدونم راجب چی داری حرف میزنی. روزی روزگار یه دختر کوچولویی بود که خیلی به خودش مغرور شده بود، بعد یه روز ناپدید شد و دیگه هیچ کس اونو پیدا نکرد. دستان دوست داری؟ یکی بلدم، یکی بود یکی نبود، یه مأمور CIA بود که تو دستشوی یه دختر کوچولو دوربین کار گذاشته بود. مطمئنم اینو تو مرکز CIA بهتون یاد نداده. یا خدا. چیشو الان دیگه نمیتونی برگردی، اومدی تو. منم نمیخوام برگردم، فقط هیچ وقت از مدرسه زیاد خوشم نیومده. کی خوشش میاد؟ مدرسه است دیگه، همه فقط میخوام وقت بگذرونن توش. بیا بیا بریم. عجب همگی خوش اومدین. دانش آموزای ما خیلی خوشحالن که امروز میتونن پوز مدرسه‌شون رو بدن. پس چرا کلاسو با آشنا شدن با چند تا از والدین و دوستای خاص شروع نکنیم؟ کی میخواد اول شروع کنه؟ آندره؟ من مامانم آوردم. سلام، من تینا هستم. به مردم کمک میکنم پولشون رو مدیریت کنن تا وقتی که تصمیم گرفتن دیگه کار نکنن یه پس انداز خوب داشته باشن. ما و تیمم برنامه همه پروازهای فرودگاه رو تنظیم میکنیم که روزانه بیش از 3000 تا پروازه. و با کنترل کردن این ربات کوچولو میتونم دریچه قلب رو از داخل ترمیم کنم و با این روش هر سال بیش از 100 نفر رو نجات میدم. سوفی، تو امروز کیو با خودت آوردی؟ من دستمو بالا نبردم. اشکال نداره. ایشون دوست خانوادگی مونن. جی جی ببخشید. پامو لگت کردی. چکار میکنی؟ پامو لگت کردی. ببخشید. سلام بچه ها، اسم من جی جیه. از نظر شغل فعلا دارم گزینه هامو بررسی میکنم. یعنی بیکاره. تو کار سابقم در واقع آشغال جمع میکردم. همه جای دنیا آشغال جمع میکردم. مؤدب باشین بچه ها، تجربه هر کسی با ارزش، درسته؟ چیزی نیست که ازش شرمنده باشین. اون دختر خیلی عجیبه، چرا این آورده؟ شهره وقتی گفتم آشغال جمع می کردم منظورم آشغال انسانی بود. حقیقت اینه که من یه رنجر سابق ارتشم که الان برای یکی از سازمان‌های اطلاعاتی مأموریت‌های مخفی انجام میدم. ممکنه مأمور CIA باشم یا نباشم. وای خدای من. خب قرار نیست در موردش حرفی بزنم، ولی یه مقدار قضاوت و بی‌لطفی دیدم، پس خواستم سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنم. ولی اگه این اطلاعات از این اتاق بره بیرون پیداتون میکنم و نه شوخی کردم، یه جورایی. البته تو حالا تیر خوردی؟ بله. میشه جاشو ببینیم؟ تو حالا کسی کشتی؟ چند نفر؟ ببینین نکته مهم اصلا این نیست، شماها باز یادتون بمونه که اونا همشون آدمای بدی بودن. باشه؟ تروریست، گروگانگیر هواپیما، قاچاقچی انسان، همشون آدمای خیلی بدی بودن. واقعا فکر نمی کنم لازم باشه درباره کارهای شما حرف بزنیم. بشین حال، نوبت از گذشته. و هر کاری که کردم واسه هم نگه داشتن کشور عزیزمون بوده. New actions and get you new results.
thought. They gave me something to think about. It's life and I'm supposed to live it out. I'm holding on to the universe. Hasht, no, ده قایم شده باشین یا نه من اومدم. خیلی پیداتون کردن میرد بشابه. فردا میبینم سوفی. سلام جی جی. سلام خانم بسیار. لطفاً پم صدام کنین. فقط میخواستم بگم چقدر تحت تأثیر قرار گرفتم و چقدر خوشحالم که امروز تونستم ببینم اتون. ممنون، باعث افتخاره. فکر کنم همه ازش لذت بردن. روز خوبی داشته باشین. میبینم اتون. باشه. پارشگو چی؟ شنیدی چی گفتم؟ باشه ولی این تضاد منافعه. حالا بخورش. نه سلام ماما. امروز چطور بود؟ بهترین روز مدرسم. بعدم میبینم ات سوفی. خدافز. خدافز. من میرم خدافزی کنم. حتما. عالی، انگار تأثیر زیادی رو همه گذاشتی. رو همه. ممنون بابت امروز. خواهش میکنم. سوفی امروز خیلی خوشحال بود. چیکار میکنی یواش؟ پاریس، فرانسه. خبر؟ ما یه معامله ای داشتیم. بابت هفته قبل که اومدی مدرسه میخواستم ازت تشکر کنم. دوستام و مامانم خیلی ازت خوششون اومد. خوشحالم که تونستم کمکی بکنم، البته واسه آخرین بار. تو ازدواج نکردی؟ چطور مگه؟ دارم سعی میکنم درکت کنم، ببینم داستانت چیه. زیر پوست سخت بیرونیت آدم خوبی به نظر میای، ولی یه جورایی صدمه خوردی. داری سر به سرم میذاری؟ به نظرم زنت مرده. نه. نامزدت مرده. نه. یه گروه از رفقاتو توی یه ماموریتی که داشتی و بعد توش تصمیم گرفتی از دست دادی. تمومش میکنی؟ ببین، سخته که بری ماموریت. حتی واسه کسایی که تو خونه تنهاشون میذاری و میری سخت‌تره. مأموریت یکی مونده به آخریم تیر خوردم. وقتی برگشتم خونه نامزدم ترکم کرد، دیگه نمیتونست این وضع تحمل کنه. کار من اینجوریه که بهتره تنها باشی، اگه نه آدمای دور و برت همیشه یه جوری صدمه میبینن. واسه چی دارم اینا رو به تو میگم آخه؟ و ازش فقط یه ماهی یادگار مونده. آره از هم صحبتیت خوشحال شدم. صبر کن، اگه بهت بگم که تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم منم جاسوس بشم، اون وقت چی میگی؟ میگم موفق باشی. جدی میگم، باور نمی کنی؟ وایسا ببین بچه، تیپت به جاسوس بودن نمیخوره. ها حالا فهمیدم. پس باید بشینم کنج خونه و آرزو کنم که شاید یه کافیچی بشم، یا طراح مد، یا یه برنامه ریز عروسی. آره یا شایدم یه پرستار اورژانس بشی مثل مامانت. میدونی به هر حال تو این فکر بودم که از بابی بپرسم. به نظر میاد اون مغز متفکر عملیاته، نه اونی که فقط عضلشه. اینم به کی گفتی عضله؟ بابی تحلیلگره، حتی به پای آموزشایی که من دیدم هم نمیرسه. اگه کسی هست که بخواد بهت یاد بده اون من. کارت خوب بود ولی دیگه این کارو نکن. خب اول چی؟ تیراندازی؟ عبور از موانع؟ دختر 9 ساله رو راه نمیدن تو محل تیراندازی. پس دیگه چه خوشی داره این کار؟ حالا که میدونیم تو یه دروغگوی ماهری، اما
اگه گیر دشمن بیفتی و با یه دروغ سنج روبرو بشی چی؟ چرا داری این کارو میکنی؟ اون حتی نباید اینجا باشه. خیلی خوب، راه حلش اینه که روی تنفس تمرکز کنی. حتی یه خورده تغییر توی فشار خونت نشون دهنده اینه که حقیقتو نمیگی. با یه چیز ساده شروع میکنی. ازت یه سوال میپرسم و تو با یه دروغ مشخص جواب میدی. نبینم اون سوزن و تکون بخورن ها. مفهومه؟ خیلی خوب، شروع میکنیم. من از کی اولین ماموریتمو شروع میکنم؟ وقتی که من تشخیص بدم آماده ای. من آمادم. آو جدی؟ آره. برای خب اون آپارتمانو اونجا میبینی؟ آره. کسی از ساکنینشو میشناسی؟ نه. تو 10 دقیقه میخوام تو رو توی یکی از اون بالکونا ببینم. ازم میخوای که وارد خونه غریبه بشم؟ میدونی چقدر خطرناکه؟ با وارد شدن به آپارتمان من که مشکلی نداشتی. من فقط 5 دقیقه وقت میخوام. تو شغل در زندگی چیه؟ من مامور کاگبه هستم که به عنوان یک کلاس چهارمی اینجام. برادرم 3 تا پا داره و کراک میفروشه و مادرم خودفروشه. ماشین رو نمیخوام که بگه طرف راست میگه یا دروغ. جدا؟ آره، میتونم دروغ رو بو بکشم. آزاد شدن اندروفین، عرق کردن کف دست و در آخر تکون خوردن پلک حتی یه خورده، اینا چیزاییه که من لازم دارم. یعنی اینجوری؟ جی جی فکر میکنم که خیلی آدم مهربون حساسی هستی. از تمام نقاشی روی بدنت هم خوشم میاد. بس کن جی جی، ایمان دارم که حتی یه بارم انرژیزا نخوردی. خدای من. جی جی وایسا، خواهش میکنم، داشتم شوخی میکردم. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. حالا تو هر نبرد نیاز به یه عنصر غافلگیری داری، ولی تو کوچیک و ضعیفی و من دقیقاً برعکس تو هم. پس هدف از این کار اینه که بتونی از من رد بشی و حالا بهترین ایده اینه که کاری کنی حواسم پرته، چون جز این هیچ احتمالی نداره که بتونی از من. وای بلوبری، بلوبری وایسا، وایسا بلوبری. جلادیه برای خودش. بزرگ بشی چی میشی کوچولو؟ تا الان هر چی که یادم دادی رو میتونستم از توی یوتیوب ببینم. واقعا؟ پس اینجوریه؟ منظورم اینه که کی میخوای چیزای باحال رو یادم بدی؟ مثلا چجوری موقع انفجار بیخیال راتو بکشی بری، یا یه جمله خفن به یکی موقع خدافظی بگی. بهتر هرچی که تو فیلم ماموریت غیر ممکن دیدی و فراموش کنی. اما اگه میخواستم یه جمله خفن به یه یارو بگم، باز جمله مناسبه اون طرف باشه. یعنی جمله مناسبم وجود داره؟ آره. اگه آدم کش شبیه یه بستنی فروش باشه بهش چی میگفتی؟ بهش میگفتم خون سرد باش، بعد یه بستنی یخی میکردم تو تنش. به بابا نویل چی؟ تو راه جهنم جلینگ جلینگ کن. یاری که مثل سگ لباس پوشیده چی؟ زمانش رسیده لعنتی. امروز چطور بود؟ خوب بود. تو چی؟ خوب بود. مشکلی پیش اومده؟ نه. مطمئنی؟ چون به نظر میاد یه چیزی داره اذیتت میکنه. بهش یاد دادی که چطوری یه دروغ سنج و گول بزنه، اما به من یاد ندادی. ببین نمیخوام به نظر حسود بیام جی جی، اما اون 9 سالشه هنوزم با چراغ خواب میخوابه، اما من یه هکر حرفه‌ایم با مدرک فوق لیسانس زبان. یه خورده با هم وقت گذروندی، من که واقعا چیزی یادش ندادم. ولی تو بهش یاد دادی چجوری قفل منفجر کنه. فقط داشتیم خمیر بازی میکردیم. موضوع فقط این نیست. میخوای واسات خمیر بازی بگیره؟ خودم میتونم خمیر بازی بگیرم. خوشحال میشم میتونم واسات بخرم. سوالکی نکشون سر خمیر بازی، بحث در مورد ماه. ما من قبلا هم بهت گفتم که تو همکار من نیستی. هی شام درست کردی؟
درسته، من فقط آشپز جناب عالیم. آره اگه بتونی یه جایی نزدیک میدون اپرا پیدا کنی خوب میشه، موافقم. الو 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 ویکتور، اینجا چی کار میکنی؟ آرام باش، هیچ سیگنال و دوربینی نیست که این اختلال نندازه روش. در مورد چی حرف میزنی؟ CIA همه جا مراقبته، تا 2 دقیقه دیگه میریزن اینجا، پس یعنی 1 دقیقه وقت داری چیزی که میخوامو به هم بدی. هرچی که بخوای. برادرم نقشه ها رو کجا گذاشته؟ نمیدونم. به نظرم میدونی برادرت بهم اعتماد نداشت، به هیچ کس اعتماد نداشت، مخصوصا تو. تمام چیزی که اون گفت این بود که پیش بهترین دوستشه. بهترین دوستش؟ آره، اما نمیدونم بهترین دوستش کیه. من میدونم. کمک بده، احتیاج دارم صوفی. من باز برم. هی حالت خوبه؟ چیه که انقدر اضطراریه؟ ما باید با هم حرف بزنیم. ببخشین؟ تو و مامانم همدیگر رو درست نشناختین، اما الان که تو رو خوب میشناسم فکر میکنم هنوزم میتونیم درستش کنیم. داشتم یه تحقیقاتی میکردم، باید مردونه رفتار کنی اما در این حال حساس و لطیف باشی. اینا همه رو مامانم گفت. صوفی اینجا چه خبره؟ دروغ گفتی اورژانسیه که منو بکشون اینجا؟ خب جی جی تو اینجا چه کار میکنی؟ اون خودش خواست بیاد نمایشگاه و کارای ما رو ببینه، اینطور که به نظر میاد از هنر خوشش میاد. واقعا؟ آره حتما. منظورم اینه که کاری که صوفی اینجا با رنگا انجام داده معرکه است و میتونی در واقع بگی که این یه پرنده است. در مقایسه اون وقت این چاشخالیه که اینجا داریم. منظورم اینه که انگار هات داگ داره روی گربه پی پی میکنه. این واقعا افتضاحه، مگه نه؟ میبینی چی که چی میگی؟ نه بذار حرفمو تموم کنم. من جلوتر میرم ماما، یه عالمه تکلیف دارم که انجام بدم. خدافظ جی جی. میبینمت بچه جون. هی از اتفاقی که اونجا افتاد متاسفم، بعضی وقتا گند میزنم میدونی. جدی؟ توجه نکردم. وقتی به تنهایی عادت میکنی دیگه نمیتونی با آدم ها ارتباط برقرار. آره فکر کنم یه خورده در مورد این موضوع بدونم، اما میدونی راجع به والدین چی میگن؟ موضوع فقط درباره حرف زدن نیست، در مورد حضور داشتن کنار بچه هاست. صوفی یه مدت میشه که این چیزا رو نداره. باباش حدود 1 سال پیش فوت کرد. خودش میگه حالش خوبه، ولی من میبینم که حالش خوب نیست. اون دختر سرسختیه، مثل مادرش. نمیدونم سرسختم یا نه. من میدونم، بهم اعتماد کن. از اون روز هنوز درد داره. خیلی متاسفم. میخوای یه رازیو بدونی؟ آره حتما. اصلا نمیدونم چی کار میکنم، فقط دارم میگذرونم. آره منم همینطور. تا این آقا کوچولو رو ببین. فکر کنم مریض باشه. نه فقط یه خورده کمک لازم داره. بیا ببینم کوچولو کاملا حالت خوبه رفیق؟ خیلی خوب، برو به سلامت. شاید تو راست میگی، شاید من باز اینجا میبودم و خودی نشون میدادم چیزی که این کبوتر نیاز داشت. وای انتظار همچین چیزی رو نداشتم. پرنده بیچاره. یه فکری دارم. چی؟ پنجشنبه من بیکارم، میخواستم بدونم دوست داری با هم دیگه یه چای بنوشیم و یکم حرف بزنیم؟ قول میدم آشپزی نکنم. باشه خیلی خوب.
عالیه. آره عالی میشه. پس میبینمت. خیلی خب. خدافظ. جیجی. چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چجوری نظرشو عوض کردی؟ فالگوش وایساده بودی؟ حقیقتش نمیدونم چجوری. چیزی که مد نظرم بود نشد. اما اینو خراب نکنی ها. رستوران خاصی رو بلدی؟ یه بار یه رستوران مکزیکی رفتم که رقصم داشت. رقص؟ حالا چه رقصی بلدی؟ نشونم بده. داپ؟ کراک؟ لولاپ؟ هیچی؟ نه. ما خیلی زحمت کشیدیم، نمیذارم که گم بزنی توش. کافی دیگه. مگه داری سکته میکنی؟ اون قدم بعد نی؟ یه قولی باید بهم بدی. میذارم مامانمو ببری شام بیرون، اما رقصو بیخیال شو. اصلا ریسک نکنی. قبوله؟ خیلی بی احساسی. قبوله یا نه؟ آره قبوله. خوبه. شب بخیر جی جی. شب بخیر سوفی. مرسی از اعتماد به نفسی که بهم دادی. قابلی نداشت. جب جونوریه این بچه. خب کار اصراری چی بود؟ در واقع چیز خاصی نبود. یعنی من نباید بدونم، درسته؟ نه. خیلی خوب. میخواستم بدونم اگه میخوای میتونی با هم دیگه یه چیزی بخوریم، موافقی؟ باشه. داری با هم شوخی میکنی؟ چه فکری با خودت کردی؟ اصلا فکر نمیکردم. آدرنالین جای من تصمیم میگرفت. چشاش محشر بود. همش از نقشه میزنی بیرون. اول که بچه رو میبری اسکیت، بعد میری توی مدرسهش نطق میکنی، بعد بزنی که قرار بوده تحت نظر داشته باشیمش، میری سر قرار. همش دروغ میگی. اگه پیشش باشم میدونم که در امانه. امنه به ما چه؟ ماموریتمون این نیست. ما ماموریتمون اینه که ببینیم آدم بدا باش تماس میگیرن یا نه. ماموریتی در کار نیست. اینا همش مزخرفه. هیچ اطلاعات مخفی تو اون آپارتمان نیست. فقط یه خانواده درم شکسته است و حقیقت اینه. حقیقت؟ چه عجب، بالاخره میخوایم در مورد حقیقت حرف بزنیم. میدونم که کل تیمو توی آخرین ماموریتی که رفتی از دست دادی آقا. این محرمانه است. آره محرمانه است و منم یه هکرم، درسته؟ میتونم اطلاعات جمع کنم، شاید برات مفید باشم اگه بهم اعتماد کنی. اما میفهمم تو یه آدم توداری که شعارش من تنها کار میکنمه. داری زیاده روی میکنی یا؟ شاید باید همون کیتو ببری شام بیرون تا شاید بتونی از اون اتفاقای بد گذشت عبرت بگیری و ببینی آیا هنوز قلبی برات مونده یا نه. باشه همین کارو میکنم. بسا شام نوش جونت باشه. که البته منظورم این بود که کوفتت باشه. دو روز بعد. سلام جی جی. یه لحظه وقت داری؟ یه قرار دارم. آره از صوفی شنیدم، اونم از همون کمک خواسته. اوف چه تیپ بدی زدی. درسته میگم تات؟ بیا دیگه، بیا، نمیخوایم که بخوریمت. کیت خیلی زن خاصیه، موافق نیستی؟ 100%. خوشگله، باهوش، خیلی اتفاقات هم پشت سر گذاشته، آسیب پذیره، یه مادر مجرده. تاد میخواد بدون اهداف چیا هستن. فقط میخواییم واسه شام بریم بیرون. مامان تادم اونو تنهایی بزرگ کرده، این وضعیت نگرانش میکنه. خب ما فقط شام میخوریم تا. و این فقط یه صحبت دوستانه بین همسایه هاست. بیا و این بحث الکیو کنار بذاریم جی جی، ما میدونیم تو سرت چی میگذره. نه بچه، من باهاش خوب رفتار میکنم، قول میدم میتونین اعتماد کنین. خیلی خوب، ما چقدر وقت داریم؟ فکر کنم اشکال نداشته باشه یه 10 دقیقه. 10 دقیقه شوخی میکنی؟ اینجوری نمیشه، نمیتونیم. این قرار رو کنسل کنه، بندازش برای ماه می. خیلی خوب، حق با تاده، میتونیم انجامش بدیم. اما اول باید یه فکری به حال این پیرنت بکنیم. انگار داری دستمال توالت تبلیغ میکنی. کی هستی؟ یه بازاریا با دستمال توالت؟ بعدش هم یه لایه باید برداریم. نمیدونم منظورتون چیه. شما بچه ها دیگه داری منو میترسونی. خب صوفی بهم گفت که شما تازه از پاریس برگشتین. آره
وقتی که پدرش فوت کرد یکم موندیم، ولی خیلی سخت بود، برای همین برگشتیم اینجا. پلیس هجوم آورد و همه چیزمون رو غارت کرد، حسابمون رو مسدود کرد، داراییامون رو ضبط کردن. بعد فهمیدم شوهرم تو کارای خیلی بدی دست داشته. آره، ترسناکه که بعضی از آدم ها اینجوری هم. دوباره هم دیگه دیدی؟ کجای کاری؟ عرض کنم خدمت سرکار که حدود 1 ساعت و 20 دقیقه است که دارن گل میگن و گل میشنون. بذار ببینم چه تیپی زده، خیلی باحاله. در مورد پیرهن چی فکر میکنی؟ تا تو کارلوس به ظاهرش رسیدن. چه باحال، صداشو باز کنم. صدام داری؟ پس چی فکر کردی؟ 9 سالمه؟ ببخشید. من زندگی سختی داشتم ولی خب سوفی اگه یه وقت شد چیزایی که جی جی به هدیه داده رو به منم بگو. خیلی باهاش شوخی کردم. واقعا اذیت کنم. البته که میتونم، به شرطی که تو هم یاد بدی چطوری من شنود بذارم رو تلفن همراه. واقعا خیلی سخته. حالا درباره خودت بگو، میخوام بدونم چی شد اومدی این بر. کیت، یه چیزی هست که میخوام بهت بگم. موافقی قدم بزنی؟ یا بریم اون بالا، چطوره؟ نه، من فکر نمی کنم فکر خوبی باشه. درسته، نبایدم فکر کنی، کار خوبی نیست. او نکنه میترسی؟ وای بای، میترسی؟ وای خدای من. بیا بریم رقصیم، بزن بریم. نه. آره امشب بهم خوش گذشت. آره، به منم هم اینطور. خوب، شب بخیر. شب بخیر. ببین، مسائل ریاضی میتونن گمراه کننده باشن، پس باز تیکه تیکشون کنی. اول سر در بیار ازت چی میخواد و بعد محاسباتش. اونجا یه زخم مال چی؟ این؟ جای شاپلونه. حالا پس اینو ببین، اسکوته. چه باحال، حالا تمرکز کن. خیلی خوب، به نظرت بابام آدم بدی بود؟ خب فکر میکنم اون فقط تصمیمای بدی گرفته، مخصوصا درباره درگیریش با عمود. اما اگه اون تو رو تربیت کرده، معنیش اینه خیلی آدم بدی هم نبوده. درسته. خیلی خب، بریم سراغ ریاضی. بیا از اینجا شروع کنیم که 12 آدم بد وجود دارن و من بعد اونا رو از بین ببرم. اما من یه شریک دارم. اگه این تعداد آدمو بین 2 نفرمون تقسیم کنیم، بر کدوم چند تا آدم میرسه؟ خب 12 تقسیم بر 2 میشه 6. اما اگه شریکت بابی باشه، تو به تنهایی باید دخل 12 تا رو بیاری و اونم از توی ماشین تشویقت کنه. سب کن، بعدش چند تا آدم بعد دور تو میگیرن و تو نمیدونی از کدوم طرف در بری، چون پشتیبانی فنی ازت متنفر و فرار کرده تو مردی. و آره. سلام کیت. سلام، یه خواهشی دارم. آره باشه. همین الان شیفتم اضافه شد، میشه مراقب صوفی باشی؟ منظورم اینه که مطمئن همون مشکلی پیش نمیاره، اما نمیخوام تنها باشه. آره مشکلی نیست. ممنون، تو یه فرشته. سب کن، مواظب تکالیفش باش. اطاعت میشود. ما تکالیفمون رو تموم کردیم، شام هم درست کردیم. آره واقعا چی داریم؟ خب من که بلد نیستم آشپزی کنم، واسه خودم شیک پروتئین درست کردم. منم توست پنیر. درسته. من جمعشو میکنم. میشه یکم حرف بزنیم؟ آره. میدونم قبل از اینکه بمونم باز تماس میگرفتم،
واقعا توقع نداشتم اینطوری ببینم. معذرت میخوام صوفی، خیلی راحت میتونه آدمو قانع کنه. نه نمیخوام اعتراض کنم، فقط میخواستم ازت تشکر کنم. بودن تو زندگیمون مثل یه هوای بهاریه. مامان اینا رو باید کجا بذارم؟ برمیگردم. نگاه کن از دست رفت. برلین، آلمان. پس نقشه های من کجان؟ زمان داره میگذره. هر از تو زیادی نگرانی. من موقعیتشو دارم، اما 24 ساعت زمان احتیاج دارم. پس بیا بریم تو، همه جا ممکنه ما رو بپا. فکر کنم مارکز چیزی رو که میخواسته به دست آورده. برید داخل، حالا. حرکت نکنید. برید شما. برو. ما گیرشون انداختیم. میخوام که هر دو تا تیم. حتما باز خیلی مهم باشه. آره همینطوره، برای همین میخواستم این کارو اینجا انجام بدیم. عملیات به پایان رسید. ما پرونده مارکز رو توی برلین بستیم. ترجیح دادن به جای اینکه دستگیر بشن خودشون رو منفجر کنن. چند تا جسد اونجا بود، پزشک قانونی داره کاراشو انجام میده. به هر حال این یعنی ماموریت تموم شده و دیگه نیازی نیست که اون خانواده رو تحت نظر داشته باشیم. خیلی خوب، پس ما باید برگردیم شیکاگو و همه چی رو پاکسازی کنیم. کارتون بیشتر از این است. قرار میزتون اینجا هم پاکسازی و تمیز کنید. وای تو اینو از رو هارد درایو ما برداشتی. این کاریه که همیشه میکنیم. این اصلا اون چیزی نیست که به نظر میاد. اون میتونم توضیح بدم. چی یه میلیون نفر بازدید کننده؟ مسئله نیست. شما فقط یه وظیفه داشتین، باید میشستین اونجا و تماشا میکردید، اما نه، شما ماموریتو به خطر انداختید و روند کارمون رو نابود کردین. این اصلا قابل تحمل نیست. تقصیر بابی نبود، تقصیر من. شما های اخراجین. ببین من فقط یه چیزی میخوام بگم. تو نمیتونستی اینو با ایمیل به ما بگی، تلفنمون کار نمیکرد، نمیتونستی این همه رو ما رو نکشونی اینجا، هان میمردی به ما خبر بدی. بابی کی قراره یه چیزی بگی؟ تو پرواز که هیچ چی نگفتی. میدونی چیه؟ خیلی خب باشه، من اشتباه کردم. تو به مشتار داده بودی اما من به حرفات گوش نکردم. ولی آخه یه چیزی بگو، بگو چرا ازم عصبانی. چون تو قهرمان منی. از این که میدیدم داری به یه آدم معمولی تبدیل میشی خوشحال بودم رفیق. موفق باشی. من واقعا ازت خوشم میاد، خیلی زیاد. تو بخشی از وجود منو باز کردی که برای مدت ها بسته بود. خب بهتره بگم این احساس دو طرف است و خبر ناراحت کنندت. وای دادم. ما مأمور CIA. خیلی متاسفم.
کیت، کیت، کیت. کجا اینا؟ کیت. کارت خوبه جی جی، خیلی تو کارت ماهری. همه اونا داستان بود سوفی. من داشتم سعی میکردم ازتون مراقبت کنم جی جی. برو تو اتاقت سوفی، لطفاً سب کن مامان، عصبانی نشو، میتونم دوزی بدم. تو خبر داشتی؟ سوفی چطور تونستی؟ این شغل منه کیت. فقط برو، برو. سوفی، سوفی. من چی کار کردم؟ تمام مدت حق با تو بود. آره همینطوره. من اجازه دادم این موضوع شخصیشه با کیت و اون بچه. من خیلی ضعیف عمل کردم. رفیق، نقطه ضعف تو مسئله شخصی شدن نیست. در مورد تو این حرفتو خراب کرد، امنیت ملی رو تهدید کرد. اما اکثر آدم ها اینطوریه. ولی من نه، من یه ماهی دارم. حالش چطوره؟ خیلی خوب نیست. من فقط یه دخترم که روبروی یه پسر وایستاده و ازش میخواد که دوستش داشته باشه. این غم‌انگیزترین فیلم دنیاست. من به بهونه بیرون بردن اوزی اومدم که ببینمت. هوشمندانه بوده. تو نباید بیای اینجا. من اینو برای تو کشیدم. این یه ماهی واقعی نیست، بس همینم نمیمیره. بیا با تا دم در خونه میام. ما قرار نیست دیگه هم دیگر رو ببینی، درسته؟ من هر از گاهی به سر میزنم. خیلی خوب. هیچ وقتم قرار نیست فراموشت کنم. خیلی خوب، قول میدم. مامان، ماما حالت خوبه؟ سوفی برو بازی کن، زود باش. وای خدای من. آخ به نظرت جالب نیست؟ سوفی کوچولو یه همبازی جدید از CIA پیدا کرده. بشینید. چرا ما رو به حال خودمون نمیذاری؟ از اینجا برو. CIA داره ما رو میپاد، میفهمی؟ من خودم ترتیب این کارو دادم. با یکم مواد منفجره و همینطور یه ساختمان قدیمی که به سیستم تونلای زیرزمینی راه داشت. پسر خوب. برای همیشه نمیخوام نگهش دارم، اما یه روز لازمم میشه. ولش کن. این یارو کوچولو رو میگی؟ هرگز بهش آسیب نمیزنم. ارزشش خیلی بیشتر از تک تک همه شما هست. ایشون بهترین دوست برادر من بود. هی سوفی، وای خدای من، حالا من باید چی کار کنم؟ حالا وقتشه که من به اینا دست بزنم. عالیه.
کن، به اون بچه یاد داد ولی به من یاد نداد. همش همینجاست. سلام خانواده، تات همون غذای حمص معروفشه درست کرده. نه شما رفقا واسه آره خانواده من اینجا. راست شما خیلی بیادبید، میدونید درست کردن حمص چقدر سخته؟ همین الان برید. خیلی خوب، الان به احساسات تات صدمه زدی. تات آه باورم نمیشه، شما از کجا میدونستی؟ اونو بده به ما جی جی، ترجیح میدم چیز زیبایی مثل تو رو سولاخ نکنم. وایسی من یکم گیج شدم. تو این کار دست داری؟ اصلا کسی اینجا هست که بهم دروغ نگه؟ ما به صورت مستقل کار میکنیم. وقتی بعد از مرگ همسر نقشه ها به بازار فروش نرسید، تصمیم گرفتیم که یه بازی طولانی رو انجام بدیم. آخه هیچ کس به دو نفر مثل ما تو همسایگی شک نمیکنه. در رابطه با نسبتتونم دروغ گفتیم؟ نه ما دوستیم، البته تو مأموریت با هم دوست شدیم. واقعا داستان قشنگی بود، فهمیدیم جفتمون علاقه خاصی به سوپ سبزیجات و موشک دوربرد داریم. اوه تو هم کارت خوب بود، انتظار داشتیم کار نظارت CIA رو انجام بدی، اما هرگز ندیده بودیم کسی درگیر عشق و عاشقی هدفش بشه. اما دیگه بسه، اونا بده جی جی. مسئله شخصی نیست عزیزم، ما هنوزم با هم دوستیم. وای من آزی بلم کن جی جی، مامان کمک. من میرم دنبال مارکز. ایست مگر نشلیک میکنم وسط بوتاکس صورتت. میدونیم کشیدن ماشه برات کار سختیه. آه وزی تو اصلا منو نمیشنسی. خیلی تو تفنگ بازی خوب نیستی احمق جون. شاید، اما میدونی من واقعا تو چه کاری خوبم؟ توی ادب کردنه. سب کن الان میگم. یافتم. خدافز. بنا سوار شو. برای این که تو بیمه منی و دیگه به هم نگو عمو، من و پدرت از هم دیگه متنفر بودیم، من خانواده تو نیستم. میخوام برم خونه، منو برگردون. خفه شو، یک کلمه هم حرف نزن. بابی اون چایی میتونه ردیابیشون کنی؟ آره آره، فقط باید قفل تصاویر ماهواره ای رو پیدا کنم. سوفیو تو جی پی اس دارم، برو خیابون 88 غربی. میشه پیشنهاد بدم تو حواست به خیابون باشه یا پیاده رو؟ ای دیوونه شدی؟ تو اون درک چی بود؟ چیزهای مربوط به سلاح حاسه‌ای. دلیل خوبی برای دروغ نبود. حق با توه، دلیل خوبی نبود. ماهواره وصل شدم، به نظر میاد دارم میرم سمت فرودگاه. گرفتم. یک کیلومتر دیگه به سمت چپ بپیچ. یک کیلومتر دیگه به سمت چپ بپیچ. ببینم تو رفتی تو ویس؟ آره، رانندگی کردن تو منو میترسونه. Ah!
تکون بخور. من بودم این کارو نمی کرده. محکم بشین. شما به مقصد رسیدید. نه گفتم گند زدم. راستش منم انتظارشو نداشتم. نذار دخترمو ببره. تصمیم داری چی کار کنی؟ بذار ببینم چی کار میکنم. به صخره باند فرودگاه بسازه. تو بابت کسی در افتادی میدونی؟ اون دیگه چه گفتی؟ نگران نباش سوفی، اون نمیتونه دستم در بره. دیگه داری من عصبی میکنی. میتونم به این ماشین سوخ شلیک کنم و هممون بمیریم. پس بیا این کارو زودتر انجام بدی. میبینم یا حقیقته؟ الان یکم سرم شلوغه. نه منظورم هواپیما و مخزن سوخته، انگار از زمان نازی ها به جا مونده. دقیقه حرف نزن بابا. از جام تکون نخو. جیجی من میترسم. ما اینو نگاه نکن. باش فقط به من نگاه. صوفی باز وزن هواپیما رو متعادل نگه داره وگرنه سقوط میکنی. چی؟ ازت میخوام از سر جلویی بری بیرون. منم از سر عقبی میرم بیرون. روی بال میبینم ات. باشه؟ فقط آروم حرکت کن و پایینم نگاه نکن. باشه. تو میتونی این کارو بکنی. باشه. صوفی اونو بده به من. صوفی این کارو نکن عزیز دلم.
فقط اونو بنداز سمتم. منم قول میدم بذارم تو دوست جدیدت زنده بمونی. صوفی نه، من به اون نقشای احمقانه اهمیت نمیدم. بذار مال اون باشه. دختر خوب، اما من دروغ گفتم. فکر کنم این ارث خانوادگیه. نیاز طرف پرواز خوبی داشته باشی عوضی. پرواز خوبی داشته باشی عوضی. یکم بهم زمان بده، استرس داشتم. بد نبود بچه جون. جی جی اینجا الان میره رو هوا. بودایی بریم. جی جی صبر کن. صوفی خواهش میکنم. مسکین نشو. پس قسمت خوبش چی میشه؟ اشکالی نداره. ممنونم. به کسی نگو من این کارو کردم. این چه وضعشه؟ تو با این چیزای این اطراف میچرخیدی؟ خدایی خیلی خوب رفقا، جدی میگم. بسه دیگه، تشویق نکنین. خیلی خوب. خب به نظر با نمایشای زیادی در مورد این که این کار بالاخره چطور تموم شد رو بریم، اما باید بدونین که همکاراتون واقعا شما رو حمایت میکنن. یه راه نجات براتون پیدا کردن. ممنونم. خب ما حسابی فکرمونو کردیم و خوشحالیم که برگشتیم. آره. و اجازه میدم ماموریت بعدیتون رو هر جا که دوست دارید انجام بدین. خب داشتم فکر میکردم یکم دست از سفر کردم بردارم و تو بخش داخلی باشم. مثلا شیکاگو منظورته؟ شاید، اما قبلش میخوام با همکارم مشورت کنم. جدی؟ آره شیکاگو. آره وای. ببین راستش من میخوام یه جایی باشم که دیگه خوب. تو فنگی در کار نباشه. نه. و در ضمن اگه قراره با تو کار کنم باید حقوقم اندازه تو باشه. درست میگم آقا؟ منم همینطور. حقوق برابر. من باید در این مورد با اون بالایی ها حرف بزنم. آره خالی نبه، ما اینجا خودمون طبقه آخریم. خوشتیب شدی جی جی. ممنون عزیزم. میخوام گرگم به هوا بازی کنم زیر بچ. الان میام. محبوب بودم میتونه زمانو ازت بگیره. خوش بگذره بچه جون. وای خدا نه، خواهش میکنم نه. خیلی تمرین کردم عوضی ها. جاسوس من.